دولت چین همواره مسلمانان این کشور که در مناطق غربی سرزمین پهناور چین زندگی می کنند را زیر فشار قرار می دهد. در همین حال روزنامه گاردین فاش کرد سانسورچی های چینی پست های مربوط به کمبود غذا و دارو را در منطقه قرنطینه شده سینکیانگ در غرب این کشور حذف می کنند تا بازتاب نداشته باشد. روزنامه گاردین با انتشار گزارشی نوشت گزارش حاکی از آن است که به سانسورچی های چینی دستور داده شده که رسانه های اجتماعی را با پست های بی ضرر درباره سینکیانگ پر کنند تا شکایت های فزاینده درباره کمبود غذا و دارو در منطقه ای که بیش از یک ماه قرنطینه است را ناپدید کنند تا بازتاب پیدا نکند. ولایت خودمختار ایلی قزقاق در منطقه سینکیانگ که با نام ییلی نیز شناخته می شود حدود 4.5 میلیون نفر را در خود جای داده و گمان می رود که اولین بار در اوایل ماه اوت بدون اعلام عمومی رسمی پس از شیوع کووید 19 در قرنطینه قرار گرفته است. در روزهای اخیر رسانه های اجتماعی میزبان انبوهی از پست ها درباره کمبود مواد غذایی، تأخیر یا امتناع از مراقبت های پزشکی در این ولایت مسلمان نشین بوده است. اما بر اساس یک دستورالعمل فاش شده که توسط چاینا دیجیتال تایمز منتشر شده، حزب کمونیست به سانسورچیان گفته که یک کمپین از نظرات و پست های بی ربط و مثبت ایجاد کنند تا مسائل مربوط به این ولایت فراموش شود. در این کمپین کاربران عکس‌هایی از غذاهای سینکیانگ و محیط‌های آرام این استان پست می‌کنند تا اصل ماجرا به دست فراموشی سپرده شود. ییلی اکنون 40 روز است که در قرنطینه به سر می‌برد و اخبار کمی از این منطقه به چین و دیگر نقاط دنیا مخابره می‌شود. گفتنی است چین از سوی سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری به زندانی کردن 1 میلیون مسلمان اویغور و آزار و اذیت نزدیک به 10 میلیون از ساکنان سینکیانگ متهم است که البته این اتهامات را رد می‌کند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد کمبود مواد غذایی و دارو در دیگر نقاط قرنطینه شده چین نیز مخابره شده بود. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.